داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پناهه سی جنوری 2002 آغاز نشرات رادیو آزادی روی موج های اف و متوسط رادیو آزادی برای افغانستان نخست دو ساعت برنامه خبری داشت رفته رفته به 12 ساعت برنامه شامل خبر تحلیل و برنامه های تفریحی توسعه یافت تا ماه اگست سال 2021 دفتر ساحوی این رادیو در کابل هم فعال بود رادیو آزادی تا امین پنج شنبه هم در چهارده ولایت روی موج اف ام پنج و در سر تا سر افغانستان روی موج متوسط 1296 نشرات داشت اما حکومت سرپرست طالبان نشرات این رادیو را رو روی اف و موج متوسط متوقف کرده مقام های طالبان میگویند پس از دریافت شکایت ها در مورد محتوای برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا تصمیم به بستن افهم و موج متوسط این رسانه ها گرفتند. اما رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد جیمی فلای در بیانیه چونین پاسخ داده. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد به خاطر ادامه یافتن نشراتش رهنمودهای ادیتوریال خود را به اساس خواسته های طالبان تغییر نخواهد داد تجربه به ما نشان داده که مخاطبان ما با وجود مشکلات زیاد ما را می یابند حقایق را نمی توان کاملا پنهان کرد دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در پراگ پایتخت جمهوری چک است این رادیو از سوی کنگره آمریکا تمویل می شود و به نزدیک به سی کشور جهان به زبانهای مختلف نشرات دارد در افغانستان یک سروی تازه نشان داده که نیم از بزرگسالان هر هفته از محتوای نشرات رادیو آزادی استفاده می کنند. اکنون که نشرات رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 و اف ام قطع شده، این رادیو روی موج کوتاه 12140 کیلوهرتز ادامه خواهد یافت. رادیو آزادی به حیث یک نهاد چند رسانهی روی صفات اینترنتی به ویژه شبکه های اجتماعی به اطلاع رسانی خود همچنان ادامه خواهد داد.